فرمود در این قرآن پیامبر و ما رمیت اذ رمی ولکن الله رما تیری که زدی من زدمش به هدف. صبح پنجشنبه در ساعت 4:05 پهپاد آمریکایی در ارتفاع 50,000 پایی داشت پرواز میکرد، از بندری در امارات بلند شد تو خلیج فارس، اومد رفت تو تنگه هرمز، از بالا ارتفاع بالا همه تنگه هرمز رو شناسایی کرد، نوار ساحلی ما 700-800 کیلومتر رفت تا شهر چابهار، همه ساحل جنوبی ما رو شناسایی کرد، برگشت اومد نزدیک بندر جاست که رسید، خب اول نیروی پدافند هوایی ارتش بهش تذکر داد در ساعت 3:55، 10 دقیقه بعد پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه مجبور شد که سرنگونش کنه. وقتی که اینو منهدم کرد، طبیعتاً آمریکاست دیگه، آمریکا رو بزنی بلافاصله اتوماتیک اون باید یه جواب بده، شما هم یه جواب بدی، اون یه جواب بده، شما هم یه جواب بدی، پلکانی تشدید افقی بحران، تشدید عمودی بحران، جنگ میشه تو کمتر از 2 ساعت، یعنی این بزنه اون بزنه این بزنه اون بزنه، میشه جنگ تمام عیار. 20 بار رئیس جمهور آمریکا توییت زده و سخنرانی کرده، میزنم نمیزنم، خواستم بزنم 10 دقیقه قبلش تصمیم گرفتم نزنم، گفتن 150 نفر کشته میشه، بعد اینجوری شد، ممنونم که اون یکی هواپیمامونو نزدید. پرت و پلا میگه این کیه؟ این ترامپه؟ این کیه؟ این کسیست که چین ازش میترسه، روسیه ازش میترسه، ژاپن 70 ساله یه استان آمریکاست بعد از اینکه با بمب اتم خفش کرد، این کسیه که نخست وزیر کشور ژاپن پیک و پیام رسانشه، بلند میشه نامه میاره اینجا، آقا فرعون زمان فرموده که بیایید مذاکره کنید، کوتاه بیایید و فلان، نامه رو گذاشتون رو میز، این پیرمرد دستی کشید به ریشاش، گفتش که شما زحمت کشیدید تشریف آوردید، شما خیلی زحمت کشیدید، اما این فرد قابل اعتماد و احترام نیست که بشه باش مذاکره کرد. اونم خجالت کشید، نامه رو برداشت گذاشت زیر باسنش، شد محل خنده همه رسانه‌های جهان. کی میتونه همچین کاری بکنه؟ هواپیمای آمریکا رو بزنید. آقای ترامپ اون روزی که از این بازی ها در می آوردید چیزی برام جمهوری اسلامی نبود، اون روزی که تصمیم می گرفتید سوریه تجزیه بشه، عراق تجزیه بشه، کشورهای دیگه تجزیه بشن جمهوری اسلامی نبود، اون روزی که امپراتوری عثمانی رو تجزیه کردید 100 سال پیش انگلیسی ها و غیره، از توش 10-15 تا کشور در آوردید ایران نبود. امروز که این شوخی ها نیست، خبرگزاری اسپوتنیک روسیه برداشت نوشت زدن این هواپیما یک سلاح ویژه افسانه سری میخواد، ایران حتما یک سلاح سری داره، این هواپیما استیلس یعنی رادار گریزه، تو رادار دیده نمیشه، خب چجوری ایران دیدش زدش؟ دو، این تو سیستم جنگ الکترونیک یه جوری میاد که تماساش رو نمیشه ردش و زد، سه، این اصلا تو ارتفاعی بوده که به این سادگی نمیشد زدش، پس ایران یک سلاح افسانه‌ای سری داره که اینو زده و برده. آقای روسیه که این چیزا رو خیلی خوب میشناسی، آنچه که در سلاح سوم خرداد شلیک شد اسم این اسلحه سوم خرداد روز آزادی خرمشهر و اون رو منهدم کرد، یک سلاح معمولیه. ببینید چرا تونست هواپیمای آمریکا رو بزنه؟ رازش تو قرآن، خدا فرمود در این قرآن، فرمود پیامبر و ما رمیت اذ رمی ولکن الله رما، تیری که زدی من زدمش به هدف. همه دیدن که صیاد شیرازی فرماندهی کرد خرمشهر آزاد شد، همه دیدن که حسین خرازی تیپ 14 امام حسین که بعدن شد لشکر امام حسین رو فرماندهی کرد برد داخل شهر خرمشهر، همه از تصاویر تلویزیون دیدن که 10,000 عراقی دستشون پشت گردنشون کنار جاده به ستون 1 از شهر اومدن بیرون اسیر شدن، امام فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. ساعت 4:05 صبح که مردم خوابند، خدا موشکی رو که یک جوانی شلیک میکنه، خدا میبره میزنش به اون هواپیمای فوق پیشرفته‌ای که با تجهیزات زمینیش 310 میلیون دلار قیمتشه، بهترین هواپیمای جنگی آمریکا هواپیمای F-35 که عمود پروازه، همه F-4 و F-5 و F-15 و F-16 و F-14 و F-18 هورنت رو بذارید کنار، F-35 قیمتش 85 میلیون دلاره.
این هواپیما به عنوان گرانترین پرنده 210-211 میلیون دلار قیمتشه. خدا شاخ قول رو شکست که ببین این هواپیمایی که رادار نمیگیرش من خدا میزنم نابودش میکنم، تو حواست باشه این مردم و اعتقاداتشون و دینشون و نظامشون حامی مثل من داره.